سلام، خوش اومدیم به صدای کانون. امیدوارم خوب و سلامت و سرحال باشید. من نسیم معصومی و من سمین سالک با دومین قسمت از ویژه برنامه سالگرد ایف ما همراهتون هستیم. البته اولین سالگرد. اگر شنونده قسمت اول ویژه برنامه سالگرد ایفما یا کانون سینماگران مستقل بودید، حتما به خاطر دارید که وعده مصاحبه با دو تن از اعضای کانون رو بهتون دادیم. پس بی‌معطلی میریم سراغ اولین مهمان که چه عرض کنم، خودشون یه پاس آبخونن. پس شنونده گفتگو ما با آقای کاوه فرنام، یکی از اعضای کانون باشید. آقای فرنام عزیز، چه چیزی باعث شد که این ضرورت ایجاد همچین قانونی به ذهنتون برسه؟ من فکر می‌کنم ضرورت به ما تحمیل شد، یعنی انتخاب و تصمیم ما نبود. خیلی منطقی به نظر می‌رسید که با توجه به خیزش انقلابی که در ایران شروع شده بود، اخبار مفصلی که می‌رسید ماها رو وادار می‌کرد که شخصاً یه عکس‌العملی نشون بدیم و دوست داشتیم به یک نوعی در این خیزش انقلابی شرکت داشته باشیم و بتونیم بهش کمک بکنیم، در کنارش به زندگی خودمون یک معنای بهتر و جدیدتری بدیم. خیلی جاها این تشکیلات درست شد و عناوین مختلف داره و هنوز هم ادامه داره، از انجمنهای دادخواهان گرفته تا گروه‌های تقریبا صنفی مثل ما، خیلی جاها تشکیل شد. چرا به اصطلاح توی جامعه فیلم و توی سینمایی مسئله مطرح شد؟ من فکر کنم یکی از دلایلش این بود که به یک نوعی جامعه سینمایی ما یکی دو ماه زودتر از خیزش انقلابی و دستگیری و جنایت منجر به قتل مهسا مورد هجوم قرار گرفت. یعنی اگر خاطرتون باشه تقریبا ماه فکر کنم مرداد بود که یه بخشی از مستندسازا رو دستگیر کردن، یعنی یه هجوم همگانی اومد به دوستان مستندساز. پیامد اون توی ماه بعدش حمله‌ای که شد به آقای رسولوف و آقای آل احمد و پیامد اون دستگیری آقای پناهی، ما مورد این هجوم و هجوم زودتر قرار گرفتیم. خب همون موقع بعد اکثر میداد، یعنی مطابق تجربه‌ای که داشتیم و صحبتی که شده بود که هر موقع این دستگیری‌ها شروع میشه، برخلاف خواسته یه سیستم اطلاعاتی که میخواد سر صدای ازش در نیاد، این صدا باید پخش بشه، یعنی این دستگیری‌ها رو برای سیستم یه مقدار هزینه دار بکنیم. خب شروع شد، دوستان از جاهای مختلف دنیا کمک کردن، بیانیه میدادن، نامه می نوشتن، با نهادهایی که میشناختن تماس میگرفتن و درخواست آزادی دوستان رو داشتیم. هماهنگ کردن این اقدامات خیلی مشکل بود به خاطر گستردگی جغرافیایی دوستان که در جاهای مختلف دنیا بودن و امکان ضعیف ارتباطی با ایران، امکان مخاطره‌آمیز ارتباطی با ایران و ضعیف با ایران، هر کدوم از این اقدامات رو وارد یک به اصطلاح پروسه طولانی می‌کرد تا به یک نتیجه برسه. خب ما این ضرورت رو به این دلیل یه مقدار زودتر احساس کرده بودیم که لازمه ما اگر قرار قدم‌های بیشتری برداریم و اگر قرار کار بیشتری بکنیم، سعی کنیم یک جوری یک تشکل حداقلی داشته باشیم که بتونیم سریع‌تر، زودتر و بهتر عمل کنیم. برای همین بود که من فکر کنم که فیلمسازا، حالا جریانات مختلف هنرمندان و فعالین مستقل، به این نتیجه رسیدن و دیدیم گروه‌های مختلفی درست شد و گروه‌های مختلفی تشکیل شد. این دو دلیل بود من فکر می‌کنم. خب ایده اولیه تشکیل یک همچین انجیو یا مجموعه چجوری به ذهن خطور کرد؟ نمیدونم، شاید گپ و گفتی بود که مثلا با دوستان نزدیک داشتیم دیگه. مثلا وقتی سعی میکردیم یه نامه تهیه بکنیم، برای نهادی بفرستیم، درخواست کمک بکنیم، خب مرتب بعد با هم صحبت میکردیم تو رسانه‌های مختلف و جاهای مختلف و نمیدونم مدیاهای مختلف، سعی کنیم تو پلتفرم‌های مختلف با هم تماس بگیریم. این ایده اومد که خب بهتر ما تشکل داشته باشیم و هم نزدیکتر بشیم. نمیخوام ادعا بکنم که ما به اصطلاح در حد و سطح و عمق کانون نویسندگان هیچ وقت خواهیم شد و میخواهیم بشیم، ولی خب توی تجربه کاری هممون، توی فیلم هایی که ساخته بودیم و در موردش کار میکردیم، ما کانون نویسندگان رو به عنوان یک تشکلی که سالها دووم آورده و تونسته در مقابل سانسور
مقاومت کنه. حتی خب هزینه های بسیار بسیار گزاف و زیادی هم داده، ولی دوام آورده و کار کرده. همیشه یک نوعی به عنوان یک الگو مورد نظر داشتیم و این تو ذهنیت خیلی از دوستانی که شروع کار رو با هم کردیم، این در ذهنیت خیلی ها بود، برای اینکه اکثر دوستانی که شروع کردن این قضیه رو تجربه چندین ساله داشتند و میدیدند و این شرایط رو به یک نوعی شرایط انقلابی یک جامعه رو تجربه کرده بودن و میدونستن که تنهایی نمیشه کاری کرد و باید به هم خیلی نزدیکتر بشیم. میشه گفتش که شاید همزمان توی ذهن خیلی از ماها بیدار شد و همدیگر پیدا کردیم که بعد دوستان جوانتر و پر انرژی تر و حتی انگیزه دارتر وارد شدن و عملا این دوستان جوان به اصطلاح تونستن اینجا رو راه بندازن و تشکل انجام بدن و ببرن جلو. چون حتی از نظر به اصطلاح شکل کار کردن مدیا و رسانه‌ای، حتی دوستان جوان ما مثل خود شما خیلی تسلط بیشتری داشتن تا ماهایی که مال دوران چاپ سنگی هستیم و اینها، و خیلی طبیعی بود که این جوونا بیان و این جریان رو ببرن جلو. یه برداشت کلی از یک سالی که گذشته میتونید به هم بدید؟ یعنی چیزی که در این یک سال اتفاق افتاد آیا مورد توقع شما بود یا بیشتر از اونی بود که فکر میکردید؟ ببین، من این جسارتی کردم اسم کانون نویسندگان آوردم، واقعا در این مقطع واقعا قیاس مع الفارقه. یعنی اصلا نمیشه به هیچ شکل این تشکیلات رو با این چیزی که ما جور کردیم با اون سلاوت و قدرت کانون نویسندگان مقایسه کرد حتی. ولی میتونم بگم که تو این یک ساله فهمیدیم که چقدر کاری که در کانون نویسندگان شده سخت بوده و چقدر فشارهای داخلی و خارجی رو بیرونی و خارجی رو تونستن تحمل کنن و این تشکل رو حفظ کنن. حفظ تشکل و بردنش در مسیری که تصوری در موردش بوده و دقیق هم تعریف نشده خیلی کار سختی. و واقعا دوستان کانون فیلمسازان مستقل ایران در این یک ساله واقعا همدلی نشون دادن و تونستن این کار رو بکنن، ولی واقعا کار مشکلیه، واقعا کار سختیه. یعنی هم از تعریف فعالیتاش و چراییش کار سختیه، برای که باز کانون مثلا نویسندگان یا واحدهای دیگه صنفی که هستن توی یک محدوده جغرافیایی قرار دارن و با یک قانون دارن سر کله میزنن کار میکنن. ما خیلی از نظر جغرافیایی گسترده هستیم و بخشی که فعال داره کار میکنه حتی بیرون جامعه اصلیه که در موردش داره صحبت میکنه و این خیلی ظرافت‌های خاص ایجاد میکنه که هم صنفی بودن این مجموعه حفظ بشه و این مجموعه صنفی درگیر بازی‌های سیاسی نشه، و همین که اصلا این ارتباط صنفی وقتی که توی قوانین و جاهای مختلف هستیم اصلا بتونه تعریف بشه. خیلی کار سختی بوده و خیلی خود تجربه کار کردن توی این یک ساله به ما واقعا چیز یاد داده. یعنی چیزهایی رو یاد داده که روز اول در موردش حتی فکر نمی‌کردیم. تصور این که دوچار یک چنین سوالاتی، چنین مشکلاتی، چنین مسائلی بشیم و نمی کرد. ولی واقعا تمام دوستانی که درگیر هستن، حالا مستقیم تر و بیشتر، و دوستانی که در دور به اصطلاح یه مقدار دورتر کمک میکنن و ایده میدن، واقعا خیلی استوار و خیلی با قدرت و خیلی قوی اومدن و تا حالا تونستن بکشن. و من فکر کنم ما اون یه شیب اول سخت کار رو میشه گفت طی کردیم. میخوام یه سوالی بپرسم، این در واقع راجع به یه موضوعی میخوام صحبت کنم با آقای فرنام. خب به خاطر اینکه به هر حال شما یکی از اعضای فعال ایفما بودین توی این یک سال، میدونیم که یک سری حمله ها هم شد خیلی بهتون، به خصوص این اواخر. میخوام یکم راجع به شرف بزنیم. ببین، حملاتی که به ما شده دو نوعه. یه نوع حمله است که از جانب به یک نوعی سیستم حاکم بر سینمای ایران، سیستم دولتی حاکم بر سینمای ایران صورت میگیره. خب مقابل پیش بینی بود، یعنی ما میدونستیم که ما رو به بیگانه نسبت میدن، نمیدونم ما رو به پول خارجی نسبت میدن، ما رو از این تهمت ها و افتراها و مسائلی که همیشه میزنن، تیشه به ریشه سینما میزنن، نمیدونم از این حرف انجام میدن. ولی یک بخشی از مسائلی که پیش اومده که به یک نوعی دوباره تأثیر مخرب و هدایت شده ای که به نظر ما از جانب همین مجموعه حاکم بر سینما صورت گرفته، به یه نوعی متاسفانه حتی از جانب دوستان و همکاران سینمایی ماست.
بذارید یه قدم برگردم عقبتر. ببینید وقتی که کانون تشکیل شد و صحبتشو کردین، در ضرورت پاسخگویی به جریانات اجتماعی روز و در کنار خیزش انقلابی مردم قرار گرفتن بود. خب ما که یکی از اهدافمون در بیانیه‌مون این بود که بیانیه تأسیسمون این بود که از دوستان سینماگر در ایران دفاع کنیم، از دوستانمون که تحت فشار و اذیت و آزار هستن دفاع بکنیم، اخبارشون رو پخش کنیم، سعی کنیم کمک‌های بین‌المللی براشون به دست بیاریم و از این شکل فعالیت‌ها. یک بخشش هم برمیگشتش که ما سینمای پروپاگاندا و فعالیت‌های تبلیغاتی رژیم از طریق سینما رو افشا کنیم. خب ما بیشتر توانمون در طی چند ماهه شروع کار بیشتر صرف این قضیه شد که تقابل کنیم با اتفاقاتی که داره میفته، یعنی بیشتر عکس العمل نشون دادیم در مقابل جریاناتی که در ایران داره اتفاق میفته و کمتر فرصت شد و یا میشد و جاش بود که شروع کنیم بخش دوم و بخش شاید اصلی تر کارمون که حمایت از سینماگران ایرانه، نه فقط از فشار و دستگیری و اذیت و آزارشون، بلکه بستر براشون فراهم کردن، شرایط براشون فراهم کردن که بتونن تو عرصه بین‌المللی و بیرون بیشتر کار بکنن. کمتر شد به این قضیه برسیم و کمتر رسیدن ما به این قضیه یک سری سوء تعبیرها شاید ایجاد کرد. ببینید دقیقا میخواستم به همینجا برسیم، این حمله هایی که شد در واقع. خب ما توی فیلم مارکت های مختلف شرکت کردیم. اولا که فیلم مارکتی معمولا یه رخداد اقتصادیه که در کنار یک فستیوال فیلم انجام میشه، تاکید میکنم در کنار یک فستیوال فیلم قرار میگیره و بازار فیلم با حالا فیلم مارکت اینها هیچ ربطی و ارتباط مستقیمی، یعنی تأثیرگذاری در فستیوال فیلم، انتخاب فیلم، گروه های مختلفی که در فعالیت های دیگری، فعالیت های صنعتی که میشه گفت در صنعت فیلم در اطراف یک فستیوال صورت میگیره نداره. حضور ما توی بازار فیلم به این منزله که ما در اون جشنواره حضور داریم و در اون جشنواره تأثیر گذاریم در بخش انتخاب فیلمش، نمایش فیلمش، سیاست گذاریش اصلا به این معنی نیست. خب یه مقدار این سوء تفاهم رو ایجاد کردن که میگن اینها وقتی که مثلا در جشنواره فیلم کن هستن، نمیگن در فیلم مارکت کن هستن، میگن در ما در کانون فیلمسازان مستقل ایران در بازار کنه و به کسی دیگه اجازه نمیده حضور پیدا بکنه. آره ما در بازار کن هستیم، ما در بازار برلین بودیم، ما تو خود تشکیلات کن یا برلین یا ونیز یا روتردام یا جای دیگه که حضور نداشتیم. ما در اون بخش جنبی که بیشتر هم فعالیت های اقتصادی در اونجا صورت میگیره است که تونستیم حضور داشته باشیم. یک مقدار اینجا خلط مبحث میکنن و این توهم رو ایجاد کردن که ما در بدنه این فستیوال ها داریم دخالت میکنیم، در بدنه این فستیوال ها حضور داریم میکنیم. خیلی به صراحت و مشخص میگم، اولا ما اصلا کانون چنین تصمیمی نداره، یعنی کانون تصمیمی برای این که فیلمی رو بخواد از یک فستیوالی بیرون بیاره یا فیلمی رو با یک فستیوالی تحمیل بکنه نداره، ضرورتی برای این کار نمیبینه. اون فیلمی که مشخصا پروپاگاندای رژیمه، این مدل فیلم ها معمولا فستیوالی نیستن. حضور دوباره خود تشکیلات سینمایی که در سرکوب شرکت دارن، بذارین خیلی واضح بگم، ما معتقد هستیم که تشکیلات سینمایی مثل فارابی یک تشکیلات سینمایی نیست، یک تشکیلات دولتی و سیاسیه و در سرکوب هنرمندان مشارکت داره. یک چنین تشکیلاتی رو ما معتقدیم که نباید اجازه داد که در کنار یک فستیوال در یک فیلم مارکتی شروع کنه، حضور داشته باشه و اونجا تبلیغات بکنه، استفاده های دیگر بکنه از اون فضایی که داره که در سالیان گذشته ما به کرات دیدیم و اونجا اجازه نده که هیچ فیلمساز مستقلی حضور داشته باشه و ممانعت کنه از فیلمساز مستقل. ما معتقدیم خروج اینها از اون فضایی ایجاد میکنه برای آدم هایی که مستقل هستن و آدم هایی که نمیخوان روابط حاکم بر مجموعه های حکومتی و دولتی رو بپذیرن برای اینکه بتونن فیلمشون رو جای دیگه نشون بدن. این اقدام رو میکنیم، ولی اینکه بخوایم فیلمی رو جایی را بدیم یا را ندیم، نه ارادهش رو داریم
نه دلیلی براش میبینیم و نه اصلا توانش رو داریم. یعنی این خیلی خیلی ساده اندیشانه و ساده لوحانه است که تصور بکنیم یه مجموعه تازه تأسیس و جوانی که تازه داره یک سالش میشه این توان رو داشته باشه به یک فستیوال چند دهه ازش میگذره و اعتبار بسیار بسیار بالایی داره تکلیف کنه که تو این فیلم رو نمایش رو دیگر نمیشتن. من چندین بار تا حالا دوستان از ایران تماس گرفتن، همین توی جشنواره ها میبینمشون یه جای مختلف، خیلی این پیغام ما رسوندن که شما نمیذارید فیلم ما وارد جشنواره ها بشه. اصلا همچین چیزی نیست. یعنی من همینجا مجددا میخوام که من حاضرم توی هر جلسه مشترکی شرکت بکنم، هر گونه ادله، مستنداتی، خبر موثقی، هر چیزی که نشانه از تلاش کانون، حضور کانون، سنگ اندازی کانون برای فیلمی در یک جشنواره باشه، هر موردی باشه ما واقعا میپذیریم و واقعا عقب نشینی میکنیم راجع به این قضیه. ولی من اینو به دوستانم گفتم، اگر کسی مدعیه که فیلمش به خاطر دخالت کانون در جشنواره پذیرفته نشده، مستنداتش رو بده با هم بررسی میکنیم و بهش ثابت میکنیم که داری اشتباه میکنی، ولی یک شرط میذاریم، فیلمش رو بده یه گروهی ببینن، ببینه کیفیت فیلم آیا در حدی بوده که مثلا برلین یا کن یا ونیز این فیلم رو برداره، با توجه به اینکه ما لاین اپ سال گذشته این فستیوال ها رو دیدیم. برای اینکه خیلی ها این مسئله رو دارن خلط مبحث میکنن به دلیل دیگه. ببینید، ما یک فراخوان دادیم برای جشنواره کن، برای غرفه کانون در فیلم مارکت کن. فیلم مارکت جایی که شرکت های پخش، شرکت های تولید کننده میان اونجا و کاتالوگی معمولا از محصولات خودشون، از تولیدات خودشون تهیه میکنن و این محصولات رو معرفی میکنن. حضور در اون کاتالوگ، حضور در اون به معنای بودن در جشنواره کن یا ونیز یا برلین یا هر جای دیگه نیست. خیلی پخش کننده ها میان اونجا کاتالوگ میذارن، کانون پخش کننده نیست. خب کانون نمیتونه پخش کننده فیلم باشه، کانون تهیه کننده نیست، کانون قرار نیست تهیه کننده فیلم باشه. اصلا ما ساختار اقتصادی و ساختار اجرایی برای اینکه این کارو بکنیم نداریم، جزء شرح و وظایفمون هم نیست. ما اومدیم از فرصت غرفه کن استفاده بکنیم که بعضی از فیلم ها رو بیاریم معرفی بکنیم. اون کاتالوگ، کاتالوگ کانونه و بیشتر هدفمون بود فیلم هایی که بر اساس رخدادهای جاری کشور ساخته شده و فیلم هایی که حاضر نشدن یک سری ضوابط ظاهری همیشگی سانسور رو رعایت کنن تو اون بذاریم. اون کاتالوگ ماست، اون هیچ ربطی به جشنواره کن نداره. و اگر نمایشی هم داشتیم، نمایش های سالن هایی که شما در فیلم مارکت ها میتونید یک سالنی رو اجاره بکنید، یک فیلمی رو نشون بدید، اون جزء نمایش و اکران فیلم هم محسوب نمیشه. اونجا نمایش میدی، نمایش خصوصی از پخش کننده ها، از توزیع کننده ها، از تهیه کنندگانی که دنبال پروژه مشترک میگردن، از ژورنالیست ها دعوت میکنی بیان اون فیلمو ببینن برای که بازاریابیش کنی و بتونی به یک جایش معرفی بکنی. این نمایش در کن نیست. جالب بهتون بگم که بعضی ها هم این قضیه رو به یک شکل دیگه ای میبینن، یعنی مثلا تماس میگیرن که ما یک فیلمی ساختیم، بیاید اسم شما رو بذاریم توی این فیلم که فیلم ما رو بفرستیم فلان جشنواره. یعنی ساده لوحی تا این حد. خب فکر میکنم دیگه به اندازه کافی توضیح دادین، دیگه شفاف شد در واقع، حالا چون این اواخر خیلی صحبت از این موضوع بود، امیدواریم که شفاف شده باشه. ولی حالا من میخوام از آینده کانون ازتون بپرسم، اینکه ایفما رو در واقع با چه هدفی در آینده میبینیدش؟ من گفتم که ما بیشتر به اصطلاح در طی سال گذشته و حتی چند ماه اول سال گذشته بیشتر درگیر به قول معروف فعالیت‌های سلبی بودیم، یعنی باید این کارها رو می‌کردیم. این فعالیت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی ما هنوز تلاشمون رو می‌کنیم که در جاهایی که می‌تونیم مثل فیلم مارکت‌ها حضور داشته باشیم، از انحصار یک گروه خاصی اونجا رو در بیاریم. نمیخوایم خودمون انحصارش داشته باشیم. اگه دوستان یه مقدار نگاه کنن یا دیدن که توی جشنواره برلین کسی نبود ولی توی جشنواره کن حضور داشتن خیلی هاشون، برای اینکه خواسته خود ما هم بود، ما نمیخوایم جای کسی رو بگیریم. اون با مشکل اون تشکیلات انحصارگره، حتی حالا شاید در یک جای مجبور بشیم به یک جایی برسیم که در کنار اون تشکیلات تمامیت خواهم در هم یک سالن قرار گرفته بشیم که ابایی هم نداریم، این کار رو میکنیم. بیشتر الان هدف ما، بیشتر الان ما تلاش توانمون بر اینه که اون شرایطی که به اصطلاح فعالیت ایجابی بونه بیشتر بکنیم.
اون که میریم دنبال این قضیه که بتونید فضاهای جدید برای فیلمسازهای مستقل ایرانی درست کنیم. سعی میکنیم که بیشتر کار هدایت و راهنمایی مخصوصا دوستان جوان فیلمساز جدید و تازه آمده به صنعت فیلم رو سعی کنیم بیشتر اونها رو هدایت کنیم، یعنی کمکشون کنیم بتونیم به جای اونها بتونیم لابی کنیم، به قول معروف بتونیم معرفیشون کنیم به پخش کننده های مختلف برای فیلمشون، بتونیم معرفیشون کنیم به فستیوال های مختلف، بتونیم راهنماییشون کنیم که چجوری بتونن فیلمشون رو توی بازار جهانی معرفی کنن، بتونیم کمکشون کنیم که از نهادهایی که در سراسر دنیا هستن و ممکنه کمکهای مالی، فنی یا به اصطلاح مشاورتی بکنن استفاده کنیم. ما بیشتر تلاشمون بر این مبنا خواهد بود. ما داریم سعی میکنیم که برخلاف اون چیزی که مسئولین سینمایی معتقدن که در سال گذشته تیشه به ریشه سینمای ایران یده خواستن بزنن، و یک بارم هم گفتم کسی که این حرف رو میزنه اصلا عظمت و مهم بودن و بزرگی سینما ایران نمیفهمه، اصلا هیچ کانون که هیچی، هزار تا کانون فیلم سازا هرگز نمیتونه تیشه به ریشه سینما ایران بزنه، اینقدر این سینما تنومند و دلاور و قویه به یمن حضور آدم های بسیار با ارزش و مهمی مثل آقای بهرجویی عزیزمون که از دستشون دادیم. این سینما به قدری تنومنده که هیچ کسی نمیتونه بهش تبر بزنه، هیچ کسی نمیتونه کارش بکنه. خود دوستان سالیان ساله که تیشه برداشتن که این سینما رو خراب کنن و نتونستن بکنن، سال هاست که دارن تلاش میکنن که به بهانه‌های مختلف سینمای مبتذل کمدی، به اصطلاح کمدی که مورد نظر خودشونه، همه جا رو بگیره. با وجود این که اون هم موفق نبودن و این که دست تو جیب ایران اون بکنن. ما سال گذشته سینمای مستقل ایران تو جشنواره‌های بسیاری شرکت کرده، سال گذشته جوایز بسیار معتبری رو سینمای مستقل ایران گرفته، و من معتقدم، ایمان دارم که در سال آینده، سال 2024، از شروع حرکت فستیوال‌ها از روتردام سینمای مستقل ایران مجددا حضور خواهد داشت و این دور سالیانه رو خیلی قوی‌تر از سال گذشته هم خواهد رفت جلو. به عنوان گزارش عمل کردی از سینما ایران در بزودی ارائه میکنیم و دنبالش هستیم و میمونیم. ما ببینیم، ما نه توان اینو داریم که از فیلمسازا حمایت مالی بکنیم، توان اینو نداریم که نمیدونم براشون امکانات مسافرتی فراهم بکنیم، توانشو نداریم که مثلا تجهیزات براشون بگیریم یا کاری بکنیم، ولی این توان رو داریم که راهنماییشون بکنیم و بسترهای لازم برای اینکه بتونن از اون انحصارگری حاکم بر ایران خارج بشه در مقابلشون بذاریم، و به موازاتش حتما از اتفاقاتی که داره میفته، از اذیت و آزاری که به سینماگرای ایران داره میشه و هر روز داره میشه، سازمانهای بین‌المللی با خبر بکنیم و میکنیم. فکر نکنن اگر فیلمسازی به فستیوالی دعوت شده، فیلمی در فستیوالی هست و خود فیلمساز حضور نداره، این جای سوال خالی باقی نمیمونه. اینا همه باقی میمونه، به اون جاهایی که باید منتقل بشه منتقل میشه. اگر فردایی پس فردایی در یک جشنواره جایی کارت عضویت، کارت ندادن به این آقایون که وارد بشن یا ببینن، نگن کانون مقصر بوده. اخبار کارهای شما و فعالیت‌های شما همه جا هست. اگه بخواین یه نقدی داشته باشیم توی این یک سال به ایفما، به عملکرد ایفما، چیه؟ من فکر کنم، میگم، بیشترین بحثی که میکنم همینه که کانون میتونست فعالیت بیشتری در قسمت دوم، یعنی در جهت حمایت از فیلمسازا یا اون چیزی که بهش میگه فعالیت ایجابیش داشته باشه، میتونست بیشتر تو این زمینه باشه و بیشتر اینجا کمک بکنه، اینجا حضور بیشتری داشته باشه و سعی کنه این سوء تفاهماتی که ایجاد شده بیدلیل رو روشنتر بهش برخورد بکنه. البته خب اینم در نظر داشته باشید که ما رسانه‌ای نداریم صحبت بکنیم، یعنی جایی هم نداریم که بتونیم حرف بزنیم، رسانه ای نداریم. دوباره یکی از چیزهایی که مثلا صحبت میشه که مثلا کانون با یه سری رادیوها، تلویزیونها ارتباط داره کار میکنه، اینو واقعیت قضیه اینه که این به شکل کاملا حتی برعکس این قضیه هم هست. یعنی واقعیتش اینه که ما خیلی اجتناب میکنیم از این که با یک سری رسانه ها صحبت بکنیم، برای اینکه میدونیم این رسانه ها هدفشون حرف ما رو زدن نیست، هدفشون درد سینما رو گفتن نیست.
اهداف دیگه ای دارن کنار دست کار خودشون که نمیتونم بگم اهدافشون غلطه یا درسته یا هر چیزی هست. ایفما بس میتونسته بیشتر از این کار بکنه، این بیشتر از این فعالیت کنه، اما یکی از چیزایی بوده که حالا به هر حال رسانه ای نداره، خب خودش صدای خودشه، خودش رسانه خودشه، درسته دیگه، همینه کله. ولی اون بخش انتقادیه باز میخوام ببینم. بخش انتقادی اینه که ایفما در معرفی خودش و مهیا کردن بسترهای رسانه‌ای که بتونه خودش رو و اهدافش رو بهتر معرفی بکنه و از این بسترهایی که فراهم میکنه در جهت حمایت از فیلمساز استفاده بکنه درست کار نکرده. کانون باید سوشیال مدیایی فعال تری داشته باشه، کانون باید وبسایتش تبدیل به یک واقعا یک مرجعی بشه که نه تنها برای گرفتن اخبار روز، برای حتی بتونه نقد های خوبی از فیلم ها بذاره. کانون میتونه که ارتباطی باشه بین فیلمسازهای داخل کشور و رسانه های سینمایی غیر فارسی زبان در خارج کشور. دوباره از کارهایی که ما یه مقدار توش دیر شروع کردیم ولی داریم میکنیم، این کارو باید انجام بشه. کارهای نظری تئوری که بعد تئوریکی که بعد انجام بشه داره انجام میشه. این رو فراموش نکنید، کانون بودجه نداره، کانون پول از جایی نمیگیره، همه بچه ها مثل خود شما نه تنها مجانی کار میکنید که از جیب خودتون هم میپردازید مثل همه ماها. کانون بودجه نداره، کانون بدون دریافت هیچ پولی از هیچ جایی و پول تو جیبی اعضایش داره کار میکنه و وقتی که شما انتظار دارید آدمهایی بشینن یه مدت زیادی کار بکنن، مطلبی تهیه کنن، کاری بکنن، خب به طب باید در نظر داشته باشید که اینها از زمان آزادشون استفاده بکنن. موسیقی رو که در پایان گفتگو ما با آقای فرنام شنیدین بخشی بود از تکنوازی سنتور از آلبوم جریان به آهنگسازی و نوازندگی صدف امینی. خب در ادامه همونجور که در اول برنامه قولش رو داده بودیم گفتگو میکنیم با خانم ناهید سروستانی در مورد آخرین اثرشون به اسم پسر ملا که مستندیه در مورد روح الله زم، با این توضیح که روح الله زم مدیر کانال تلگرامی بود به نام آمد نیوز که با توطئه وزارت اطلاعات به عراق کشونده شد و از اونجا هم به ایران منتقل شد و بعد از مدتی هم اعدام شد. آقای خامنه ای، مشتبه خامنه ای، وابستگان رهبری، اینا خیلی پول بردن از این مردم. آخه چه نفعی داره این آخون برای مملکت؟ من میخوام اینم اگه فردا در کارخونه تولید آخونده تو بستی، خب فردا چه اتفاقی تو کشور میفته؟ کسی مشکل چرخ آبادانی کشور از کار بیفته؟ آه چیزی که خاصیت نداره به من بره دیگه، چرا اینقدر هزینش میکنی؟ من میخواستم ازتون بپرسم که چه اتفاقی افتاد که شما با اون پیشینه، با کدوم پیشینه؟ با پیشینه مبارزه کشته شدن برادرتون و اتفاقای اینجوری، به هر حال شما جمهوری اسلامی آسیب بسیار دیدید. بله. چه حسی داشت که اومدید با کسی مصاحبه کنید در این فیلم و رو در رو بشید که سالیان سال خودش و خانوادهش کسایی بودن که تمام تلاششون رو کردن که امثال شما و خیلی دیگر از بین ببرن؟ منظورت فیلم روح الله زمه؟ فیلم سناب ملا. بله، پسر ملا. ببین، من وقتی که سال 2018 بود، به خاطر که ما که تو سوئد یا یکی اصلا تو اروپا زندگی میکنیم، اخبار واقعی رو از ایران نمیشنویم و من اخبار مثلا کانالای مختلف ایرانی که در تبعید بودن گوش میدادم و وقتی برخورد کردم به کانال آمد نیوز برام خیلی جالب بود. چیزایی که میذاشت تو اون خیلی خاص بود، جاهای دیگه من ندیده بودم. بعد این اتفاق میافتاد، مثلا اگه میگفتش که تو این تظاهرات قرار فلان بشه، این اتفاق میافتاد. برای من این خیلی جالب بود، از کجا میدونست؟ بعد که خب
یکم ولی خب سختم بود به خاطر که پسری آخوند بود که من میخوام برم پسری آخوند بود. خیلی هم ساده نبود، چون وقتی به زنگ زدم که گفتم من دوست دارم بشناسم تو بیام ازت فیلم بگیرم، که خودش گفتش که من با کمال میل این کار میکنم ولی به این آسونی نیست، چون من اینجا محافظ دارم، پلیس فرانسه هر کسی که میاد خونه منو میره باید چک بکنه، بازرسی کنه که تمام موقعیت منو میدونستن پلیسا. پلیسا به من زنگ میزدن، بارها زنگ زدن که بفهمم من کی هستم. بعد از این مدت من اصلا خودم مشکوک شدم اینا کیان که به من زنگ میزنن، چون با موبایلم زنگ میزنن، چه پلیسی هست که با شماره پلیس زنگ نمیزنه؟ من خودم ترسیدم، گفتم نکنه خود این روح لازم از جمهوری اسلامی باشه بعد اینا هم میخوان منو تو تله بندازن. که حتی بلیتم و قرار مدارم گذاشته بودیم که برم، 2 ساعت قبلش زنگ زدم به رولا گفتم من نمیام، چون خود تلویزیون سوئد، این سوئد گفته که تا مطمئن نشی نرو، چون ما هم مسئولیت داریم. که زود پیدا کرد شماره اصلی پلیس و اون شماره که 033 هست که من زنگ زدم فهمیدم درست اینا پلیس هستن. یعنی من منظورم اینه که اصلا اعتماد نمیشد نمی کردم، ولی خب در خونه خودشم که بودم باز خب عجیب بود، چون می دیدم یه تسبیح مثلا رو میز کارش هست. من خیلی آدم مذهبی بودم، دوست داشتم خامنه ای رو، بارها ملاقات داشتم با خامنه ای، نمیدونم خلاقات خصوصی بود یا سری موقع، یه سری موقع با مقامات نظام بود. یه جایی رسید که دیدم تو همین آدما که دارن حرف مذهب و حرف دین و حرف خدا و پیغمبر و این چیزا دارن میزنن، اینا خودشون آلوده شدن به سیاست. خود تو ذوقم میذاره اومدم، میذاره فاصله گرفتم، فاصله گرفتم تا اومدم شدم این سمتی کامل. هنوز خب مذهبی هست، این برای من خیلی سخت بود که منتها میدیدم خیلی هم آدم ساده‌ای هست، خیلی آدم ساده‌ای واقعا داره کار میکنه، چون اونم میتونست مثل هر آقازاده دیگه زندگی لوکس خودشو داشته باشه، ولی زندگی خیلی سختی داشتن. تو غذا که میخواستم بخرم باید حساب میکردن چی بخریم ارزون تره چی، چون من بودم دیگه باشون زندگی میکنم، من هر از هر کس میخوام فیلم بگیرم میرم باشونم زندگی میکنم. خب چقدر طول کشید تا این اتفاق افتاد که شما برید پیش روح الله؟ ببین روح الله همین میگم 2018 که من باش تماس گرفتم، دیگه ژانویه 2019 رفتم فرانسه ازش فیلم گرفتم، یه هفته پیششون بودم فیلم گرفتم. بعد قرار بود، چون توی همون موقع هم یه نفر به اسم وفا نیکفر مرتب بهش زنگ میزد، قرار بود ساپورتر تلویزیون باشه، یه تلویزیون بزرگ بزنن به اسم آمد نیوز، و اتفاقا روح الله از من میپرسی ناهید اگه تلویزیون که زدیم تو که هم میای با ما کار کنی؟ یعنی اینقدر این مطمئن بود این تلویزیون زده میشه تو استرالیا، که قرار بود با خانواده برن اونجا. در فیلم شما نشون دادید که فیک بود همه چیز. دقیقاً آره. بعد من که اومدم گفتم پس من میرم سوئد، قرار 3 هفته دیگه قرار بود با هم بریم استرالیا فیلم بگیریم. یعنی بعدم گفته بود این وفانیکفر بهش گفته بود که وزیر کجا فرهنگ استرالیا میخواد به یه مدال بده، دلیلش هم اینه که افشاگری که روح الله کرده بود در مورد تروریسته که توی استرالیا بودن، بعد به خاطر اینکه تونسته جلوی این ترورا رو بگیره میخوان بهش مدال بدن. خودش هم قشنگ باورش شد، یعنی هی بادش میکردن بزرگش میکردن اینا. که من اومدم سوی هی زنگ میزم کی میخوای بری استرالیا، کی نمیخوای بری، هی عقب میافتاد. یعنی خب وفانیکفر واقعا باش بازی کرد، وفانیکفر هم زیر دست جمهوری اسلامی بود دیگه، یعنی تمام چیز اتفاقی که افتاد. خب خود روح الله اینقدر ساده بود، اینقدر باور میکرد کسای دیگر رو، که با این دوست صمیمی شده بود. یعنی وفانیکفر و شیرین نجفی 2 نفر بودن خیلی نزدیکش بودن. من نمیفهمم چرا علی به روح الله مشکوکه. روح الله شاید از طرف کسی داره گمراه میشه. معلوم نیست آیا شیرین اطلاعات غلط به روح الله میده؟ باید خیلی دقت بکنی از اینکه با کیا هستی. خیلی باید مواظب باشی. میتونم یه سوال بپرسم؟ چون فیلمو من کامل چند بار دیدم. شما در ابتدا راجع به شیرین رجفی زیاد صحبت نمی‌کنید. زمانی که رولا میگیرن و میره، تازه داستان شیرین رجفی رو میشه توسط علی که میگه شیرین اینجوری کرد، اینجوری گفت، اونجوری گفت، و اون دوستشون که رفتین پیشش که گفت که
تا لحظات آخر که بعد به شیرین زنگ میزنن و اون میگه من درستش میکنم یه ساعت دیگه. آره. شیرین نجفی کی بود؟ راجع به شیرین نجفی میتونید من اونجا که بودم در روز 7 8 بار به روح الله زنگ میزد. انقدر که روح الله دیگه میگه وای خسته شدم چقدر زنگ میزنه این. به خصوص فکر میکنم چون میدونست منم اونجا فیلم میگیرم میخواست کنترل کنه روح الله رو، چون چند نفری که جمهوری اسلامی فرستاده بود با همکاری با روح الله میکردن که خود روح الله نمیدونست کنترل جمهوری اسلامی داشت روشون، ولی روی من کنترل نداشتن. از طریق شیرین میخواستن هی مزاحم کار ما بشن، یعنی ما داشتیم مصاحبه میکرد هی شیرین زنگ میزد. بعد خب منم تا همین حد که خب شیرین همکاره دیگه، بیشتر از این من نمیدونستم. بعد هم مهسا زن روح الله خیلی با شیرین دوست بودم، خود روح الله یعنی میگفتش که همه چیه دست شیرین، کاری داشتی از اون بپرس. که من یه بارم همون این چیزا رو میدیدم که برگشتم سوئد، اتفاقا یه صدایی میخواستم برای فیلمم استفاده بکنم، گفت از شیرین بپرس، که به شیرین که زنگ زدم. ببین احساس یکم احساس بدی کردم با شیرین که حرفم، چون فکر کردم به نظرم میومد اونقدر عادی نیست که روح الله میگه. اون موقع که من تو خونه روح الله بودم ترکیه زندگی میکرد شیرین مثلا، بعد من که بهش زنگ زدم از سوئد گفتش که الان من یونان هستم. گفتم خب یونان الان تو رو که میشناسن خطر نداره برات؟ گفتم من توی اتاق هستم، بعد دوستان برای من غذا اینا میخرن، بیشتر تو خونه هستم. این برای من عجیب بود، ولی خب چون روح الله بهش اعتماد داشت منم میگفتم خب بابوت این مدلی هست تو چه میدونی؟ آره تا این حد، وگرنه دیگه بیشتر از این. همون موقع خب توی فیلم اوایل میگم که این شیرین کی هست کی نیست، که بعدا یه مقدار آدم ها چیز بشن کنجکاو بشن چرا در مورد شیرین صحبت میشه. ولی یه چیزی هم بگم، من زمانی که خب فیلم میگرفتم نمیدونستم که وفا نیکفر مشکوک هست، نه شیرین نجفی، نه اون علیرضا که مستند ایستگاه پایانی درست کرده بود ازش. بعدن که من فهمیدم شیرین نجفی و نیکفر دست داشتن، بعد برگشتم تو متریال فیلم و نگاه کردم، بعد یه دفعه دیدم آها اینجا که اینو میگن اینجوری هست، پس با چرا روح الله اینو نفهمیده، چطور میتونست این قصه ساده باشه؟ درست. یه قسمتی داره که تو فیلم پسر ملا فیلم نصف میشه زمانی که روح الله رو میگیرن. وقتی گرفتن چه حسی بهتون دست داد؟ ناباوری، اصلا باورم نمیشد که این امکان داره همچه اتفاق افتاده باشه. چون روح الله وقتی که اونجا بودم، من اتفاقا قبرس خونه داشتم که میگفتم اونجا هیچ کس نمیدونه، هیچ خبری نیست، بیا بچه ها رو بردار بیاریم اونجا قبرس، که به من میگفت حتی خودت هم نباید بری قبرس، چی داری میگی؟ اونجا حیات خلوت جمهوری اسلامی، چون قبرس شمالی بود ترکیه، برای چی میخوای همچی جایی بری؟ برای همین برام خیلی عجیب بود که ببینمش که این کارو کرده. بعد برام عجیب بود خب چرا قلن نگفت. البته ما اون موقع رابطه این نداشتیم، به این دلیل که من نمیخواستم، مشکوک شده بودم بهش که واقعا ممکنه با جمهوری اسلامی باشه. شریعت مرده دیگه مسیحه، خود علیه، علی جوان مردیه، نمیدونن هیچ کدومشون. من الان زمین بازی رو میدونم، هیچ کی تو خارج از کشور زمین بازی رو نمیدونم. این مشکوک شدن بعد از همون صداهایی بود که از اپوزیسیونا در اومد، از حرفایی که راجع به همه زده بود. آره و هممون شوک شدیم. آره واقعا هممون، یعنی 3 ماه بعد از فیلم برداری من بود، وقت خونه روح الله بودم، این من ژانویه فیلم گرفتم ازش، این توی مارس اومد بیرون ایستگاه پایان دو، که وقتی من دیدم واقعا شوکه شدم و خجالت کشیدم. من ببین حالت عجیبی داشتم که من خونه این طرف زندگی کردم، فکر کن اگه مال جمهوری اسلامی باشه. و زمانی که فیلم شروع شد، یعنی من خودم زمانی که شروع شد گفتم خب الان یه عالمه از اتفاقای جمهوری اسلامی رو ما میبینیم. ولی از یه جایی به بعد، خب البته خب یه قسمت که دیگه روح الله وجود نداشت، ولی از یه جایی به بعد رسیدیم به روابط خانوادگی. و یه چیز دیگه، هیچ جور حاضر نشد بگه که کسایی که رابطه شنه اینجور میگه اینا رابطه من هم دیگه، من خبر رو میگیرم، شما میگفتین چجوری نمیگفت. به نظر شما قطعا این آدم ها به هست اصلی وصل بودن، چه دلیلی داشت که این اخبار رو به روح الله زن بدن؟ خب دلایل مختلفی داشت، اتفاقا توی متریال دارم ولی استفاده نشده. اینی که خب 3 قسمت بودن کسایی که براشون فیلم میفرستادن. یکی که خب کسایی بودن از تو خود مجلس زنگ که میزدن بهش، من بودم، یکی میخواست اون یکی رو بزنه تو خود مجلس که این مخالف اون بود، حتی احمدی نژاد براش چیز میفرستاد، براش یه سری اطلاعات میفرستاد برای که
خب خودش ببره در این. خب یه کسای دیگه هم بودن واقعا، که شما توجیه میشدید. آره یه کسای دیگه هم واقعا مخالف جمهوری اسلامی بودن. خب یه عده دیگه هم ویزا میخواستن که بیان بیرون از کشور. یعنی هر کدوم یه برای به دلیل خودشون این اطلاعات به یعنی روح الله میدادن، به نفع خودشون، به نفع خودشون. آره گفتگوها رو شنیدین. باید بگم که هدف از این دو ویژه برنامه نگاهی خلاصه به عملکرد کانون بود. شنونده نظرات و پیشنهادات سازنده شما از طریق ایمیل صدای کانون podcast@ifma.net هستیم و در انتها هم شما رو به شنیدن قطعه طلوع به آهنگسازی و نوازندگی صدف امینی دعوت میکنم. مرسی که همراه ما بودین. مرسی که صدای کانون رو شنیدین.